هادی عقیلی میاره به سمت چپ با قائدی فر، ضربه رو برای ملوان میزنه ابوالحسن جعفری، حاتمی با اعتمادی، خود حاتمی تک به تک، حاتمی میتونست گل باشه اما سراسیمه برگردوندن سپانیا. بازم ملوان در عمق، حاتمی پشت به دروازه، پژمان نوری چقدر خوب بازی میکنه این فرزاد حاتمی. آبشک، ملوان بازی رو در اختیار گرفته، سپانیا تحت تاثیر بازی با برنامه ملوانی ها هستن. بازم ملوان این بار توپ از دست میدن، موساوف حالا اوست که توپ از دست میده، فوزیل موساوف، ملوان با عزت پورقاز، حالا حاتمی کنترلش خوبه اما با دست یه لحظه توپو کنترل کرد فرزاد حاتمی، پشت به دروازه، توپ از دست رفت. 43 دقیقه و 13 ثانیه، ملوان 1-0 با تکل فرزاد حاتمی. فعلا شاید به جرئت بشه گفت که بهترین بازیکن میدان بوده. فرصت برای سپاهان از پشت محوطه جریمه و ضربه احسان آیصفی به بیرون رفت. بازم صحبت میکنه با فرزاد حاتمی محسن ترکی، چه برای مدافعین سپاهان و چه برای داور دردسر ساز بوده بازی فرزاد حاتمی. کاملا درگیرانه بازی میکنه، به هر حال بازیکن فیزیکی هستش، یه جورایی هم یه کمی اگه حالا توی شرمنده های ما حتما هستن طرفدارین که علاقمندان به فوتبال که فوتبال اروپا رو هم دنبال میکنن، شبیه به زلاتان ابراهیموویچ بازی میکنه و یه خورده هم شبیه لوکا تونی بازی میکنه فرزاد حاتمی. هادی عقیلی میاره به سمت چپ با قائدی فر، میاره حالا به سمت راست خود هادی عقیلی، اونجا کنترل میکنه فوزیل موساوف، میخواد بازی کنه با 18 محمد حسین مرادمند، موفق نیست، تو به بیرون میره، پرتاب برای سپاهان. سپاهانی ها با فوزیل موساوف پشت محوطه جریمه، حالا فرصت برای سپاهان با خلعتبری، شلیکش برخورد میکنه به خط دفاعی منظم ملوان، برگشت داده میشه. بازم فرزاد حاتمی کنترل میکنن او رو مدافعین سپاهان، با کفش زرد رنگش کاملا میدرخشه در زمین فرزاد حاتمی. در کنار آبشک یکی از دو بازیکن خوب زمین بوده خود آبشک، با ابوالحسن جعفری توپش به بیرون میره، نمیرسه به مدافع راست ملوان، خلعتبری، حاجصفی، او هم داره خوب بازی میکنه، حاجصفی با خلعتبری، با حاجصفی توی محوطه جریمه ملوان کنترل میکنن توپ رو ملوانیا و ضربه دروازه برای ملوان. 2 دقیقه هم فکر میکنم وقت تلف شده، اعلام شده از سوی داور چهارم، از سوی گوینده ورزشگاه اعلام میشه. 45 دقیقه تمام هستش، 30 ثانیه هم از این 2 دقیقه سپری شده و 90 ثانیه تا پایان نیمه اول این بازی زمان باقی است. فعلا ملوان با تکل فرزاد حاتمی 1-0 سپاهان رو شکست داده، گلی که دقیقه 16 به ثمر رسید، ضربه پشت محوطه جریمه رو شلیک کرد مازیار زاره، تو برخورد کرد به زمین، برگشت داده شد توسط شعب گردان و تو برگشتی رو تبدیل به گل کرد فرزاد حاتمی. ملوانیا با آبشک بر ترتیب روی توپ اثر میذاره، آبشک و توپ به بیرون میره، پرتاب برای ملوان، این بار ابوالحسن جعفری از سمت راست باید این کار رو انجام بده. ملوان داره خوب بازی میکنه و سپاهان به نظر نمیرسه که چیزی بیشتر از اون چه که تا اینجا نشون داده بخواد رو بکنه در ادامه بازی، اما به هر حال تیم با تجربه ای است و بازیکنای فوق العاده فرصت طلبی رو هم داره مثل لوسیانو پیریرا و همینطور خلعتبری. فرزاد حاتمی توپش به بیرون میره، پرتاب برای البته ضربه دروازه برای سپاهان. 46 دقیقه و 40 ثانیه، 20 ثانیه تا پایان نیمه اول، شعب گردان که بازی رو آغاز بکنه دیگه فکر نمی کنن زمانی هم باقی بمونه. حالا زیر توپ میزنه محسن ترکی، میتونه در سوت خودش بدمه، آخرین فرصت ها برای سپاهان. عزیز معبودی توپ بر میگردونه، ترکی هنوز دست به سوت خودش نبرده در عمق. ملوانیا با محسن یوسفی، تکل او بی ثمر هستش، 2 دقیقه وقت تلف شده تمام هست در عمق. فرصت برای سپاهان، تک به تک با دروازه‌بان، ضربه شما با تکل میزنه اونجا یار شماره 28 احسان آیصفی که
میرسه به سید حسین حسینی سنگربان ملوان و در اختیار عزیز معبودی قرار میگیره. 47 دقیقه و 20 ثانیه حالا محسن ترکی در شوت خودش میدمه و پایان نیمه اول بازی ملوان و سپاهان رو اعلام میکنه. ملوان 1-0 در هفته 22 لیگ برتر سپاهان رو پشت سر گذاشته. ما از استادیوم تختی بندر انزلی در خدمت شما هستیم از گروه ورزش رادیو گیلان.